چه یه دنیا رو به دنیا نمیدم سخت برام از سرزمینم دور باشم ایران خب اولین توصیه اینه که قبل از خروج از منزل حتما ماسکشون رو تدارک ببینن، استفاده بکنن و تا برگشت به منزل حتما ماسک داشته باشن. نکته دوم اینه که برای اینکه زمان توقفشون در شعب کمتر باشه حتما لیست اسامی و کد انتخاباتی در واقع کاندیدای مورد نظرشون به خصوص شورای شهر که لیست طولانی تره داشته باشن، چون در شهر اصفهان که انتخابات الکترونیکی انجام میگیره بایستی کد رو وارد بکنن. و نکته سوم هم در زمان حضور در شعبه حتما فاصله فیزیکی با نفر قبل و بعد از خودشون رو مراعات بکنن تا انشاءالله احتمال ابتلا به حداقل برسه. چیزی که من میبینم خب فضای آزاد انتخاب شده برای محل شعبه، ولی متاسفانه فاصله فیزیکی رو خود عزیزان با هم مراعات نمی کنن و این علارغم تذکرهای مکرری که داده میشه از طرف مجریان و در واقع ناظران، هنوز مثل اینکه جا نیفتاده که حداقل اون قاعده از جلو نظامی که قبلا داشتیم به اندازه حداقل 75 سان، البته درستش 2 متره مراعات بشه. متاسفانه الان من ببینم که فاصله مراعات. حاجی
امروز روز 28 خرداد ماه روز سرنوشت ساز ملت ایران هست. می‌بینیم که مشارکت بسیار پرشوری رو ما در شهرستان مرزی آستارا شاهد هستیم. در شهرستان مرزی آستارا ما 99 در واقع شعبه عکس رأی داریم که 35 تا از این شعبه‌های عکس رأی مال شهر آستارا، 37 تا مال بخش مرکزی و 27 شعبه هم مال بخش زمندبیر هستش. بالغ بر 1400 نفر از اهالی این شهر در برگزاری این انتخابات به عنوان دستندرکاران انتخابات مشغول فعالیت هستند که در واقع این آزمون بزرگ رو برگزار بکنن و مردم انشالله پای صندوق رای بیان و سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. در شهرستان مرزی آستارا 1626 رای اولی داریم که جا داره به همه این عزیزان تبریک بگیم که این سعادت نصیب این عزیزان شد که در سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشن. انشالله مبارک مردم ایران باشه. جهت تایید نه.